به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چنل خوش آمدید. جیم خالد در سه پست جداگانه چنین نگاشته است: پنشیر انابه در سوگ فرزندش، جوانترین پیلوت و قوای هوایی کشور عبید جان در هلمند به شهادت رسید. این جوان نامراد تازه در روز می شد که نامزاد شده بود. همه آرزوهایش پر شد. پروان شهید حشمت الله غزالی سید خیلی پیلوت جوان در حادثه هلمند به شهادت رسید. پنشیر دردمند ادریس بخشی نیز پیلوت قوای هوایی از پنشیر در هلمند به شهادت رسید. این در حال است. وزارت دفاع: نوتن در سقوط دو چرخ بال در هلمند جان باختند. منابع امنیتی گفتند که در این رویداد به شمول خلبانان 8 تا 15 تن جان باختند. وزارت دفاع در یک خبرنامه امروز چهارشنبه 23 میزان میگوید که شب گذشته دو چرخ بال می عبده نیروهای هوایی کشور هنگام برخاست از ولسوالی ناوه ولایت هلمند با مشکلات فنی روبرو شدند و سقوط کردند که در نتیجه آن 9 تن از سرنشینان چرخ بالها جان باختند. خبرنامه می افزاید که وزارت دفاع ملی این رویداد را بررسی می کند. پیش از این منابع گفتند که این چرخ بالها در هوا با هم برخورد کردند و سقوط کردند. به گفته این منابع در این رویداد 8 تا 15 تن جان باختند. این در حالی است که 4 روز پیش طالبان یک حمله گسترده را در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند راه اندازی کردند. مقام های محلی هلمند روز گذشته گفتند که نیروهای کاماندو و نیروهای هوایی عملیات پاکسازی را در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت از شب گذشته آغاز کردند. مقام ها افزودند که تاکنون 23 طالب در درگیری ها با نیروهای امنیتی کشته شدند و در ولسوالی نادعلی شاهرای 601 و منطقه باباجی در مربوطات حوزه 4 امنیتی بازگاهی تازه ایجاد کردند. به گفته مقام ها عملیات همگنون نیز ادامه دارد و 6 طالب دیگر نیز در درگیری ها زخم برداشتند. اسدالله خالد برای بررسی وضعیت هلمند وارد لشکرگاه شد. 8 صبح کابل. وزارت دفاع ملی میگوید که اسدالله خالد سرپرست این وزارت امروز وارد لشکرگاه شده است. این وزارت روز چهارشنبه 23 میزان گفت که آقای خالد با مقامات محلی درباره وضعیت امنیتی و برنامه‌های جدید امنیتی بس و گفتگو کرده است. افزون بر این، فواد امان سخنگوی وزارت دفاع ملی گفته است که سرپرست این وزارت از دستاورد و فداکاری نیروهای امنیتی برای دفاع از مردم سپاسگزاری کرده است. طالبان در جریان هفته روان بر برخی از نقاط هلمند یورش بردند و علاوه بر حوزه 4 امنیتی شهر لشکرگاه برخی از پاسگاه‌های امنیتی در ولسوالی های ناوه و نادعلی را نیز تصرف کردند. همچنین در یک خبر دیگر، از سرگیری گفتگوها در دوحه، منطقه و جهان به کاهش خشونت در افغانستان تاکید دارند. پس از توافق دو هفته‌ای دیدارهای رسمی هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان در دوحه، گروه‌های تماس دو طرف بس روی کارشیوه مذاکرات را سر گرفتند. هرچند گروه‌های تماس در این نشست پیرامون دو موضوع اختلافی گفتگو داشتند، اما بس روی آن به پیشرفت منتج نشده است. با این حال هیئت دولت و طالبان توافق کردند که گفتگوها روی تهیه کارشیوه مذاکرات متوقف نشود. طالبان تاکنون بر تعیین توافقنامه صلح دوحه به عنوان مبنای مذاکرات تاکید دارند. هیئت دولت اما گفته است که باید اعلامیه کابل و واشنگتن برای رسیدن به صلح در افغانستان نیز با این توافقنامه زمیمه شود، یا اینکه دو طرف به گونه مستقیم مذاکرات را به پیش ببرند.
شورای عالی مصالحه ملی نیز میگوید که هیئت دولت و طالبان میتواند بدون تعیین مبنا برای مذاکرات دست کم گفتگوهای اصلی را آغاز کنند. این گفتگوها در حال دوباره برامی افتد که طالبان حملاتشان را بر مرکز هلمند و ولسوالی های همجواران افزایش دادند. گفتنی است که برخی از کشورهای منطقه و جهان در تلاشند تا گروه طالبان را به کاهش خشونت‌ها در کشور قانع سازند، زیرا این کشورها معتقدند که ادامه خشونت‌ها می‌تواند روند صلح را آسیب بزند. گروه‌های تماس هیئت مذاکره کننده دولت و طالبان در پایان روز دوشنبه 21 میزان پس از یک وقفه دو هفته‌ای دوباره در یک نشست رسمی پشت میز حضور یافتند. احمد نادر نادری سخنگوی هیئت مذاکره کننده دولت پس از پایان یافتن این نشست با نشر یک توییت گفت که دو طرف بحث‌های جدی روی موارد اختلافی را ادامه دادند. به گفته او دو طرف توافق کردند که برای حل اختلاف‌ها در تهیه کارشیوه مذاکرات بین الافغانی نشست‌ها را ادامه دهند. گروه طالبان نیز یک توییت را با عین محتوا نشر کرده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت که دو طرف توافق کردند تا بس روی مسائل اختلافی ادامه یابد. با این حال نشست دولت و طالبان به جز آغاز دوباره دیدارهای رسمی و تاکید بر تداوم آن پیشرفت خاصی نداشته است. منابع میگویند که دو مورد تعیین مبنای فقهی برای رفع بن‌بست‌های مذاکرات بین الافغانی و به ویژه تعیین مبنا برای پیشبرد مذاکرات همچنان میان هیئت مذاکره کننده دولت و طالبان جنجالی است. در حال حاضر بحث مبنای مذاکرات اصل جنجال را تشکیل می‌دهد. دو طرف اما در جریان وقفه دو هفته‌ای از موقفشان یک انچ عقب نشینی نکردند. به این ترتیب طالبان همچنان به تعیین توافقنامه صلح امریکا و طالبان به عنوان مبنای مذاکرات تاکید دارند و حکومت نیز تاکید دارد که اعلامیه کابل و واشنگتن برای رسیدن به صلح در افغانستان است یا چند بدیل دیگر به این مهم زمیمه شود. افزون بر این هیئت مذاکره کننده دولت پیشنهاد داده است که دو طرف بدون تعیین مبنای مذاکرات گفتگوهای اصلی را آغاز کنند. از آنجایی که آخرین موارد از سوی هیئت مذاکره کننده دولت پیشنهاد شده است، آغاز گفتگوهای اصلی به تصمیم گروه طالبان تعلق دارد. از سوی هم شورای عالی مصالحه ملی نیز خواهان آغاز گفتگوهای اصلی است. عبدالله رئیس این شورا در گفتگو با یک شبکه ایندی گفته است که طالبان همکنون بر تعیین توافقنامه دوحه به عنوان مبنای پیش شرط مذاکرات تاکید دارند. وای اما تصریح کرد که نیاز است که طالبان پیشنهادشان مبنی بر تعیین توافقنامه دوحه به عنوان مبنای مذاکرات را نگه دارند و دولت نیز بدون تاکید بر مورد گفتگوهای صلح را آغاز کند.